بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه های عزیزم، خوبید؟ سلامتید؟ خیلی ممنون از اظهار لطف هایی که به ما داشتید تو این طرح 20 فلسفه منطقی که دیدید، بازخورد هایی که داشتید، تشکرهای بزرگوارانه که از ما داشتید. خیلی خوشحال شدم، خیلی انرژی گرفتم و واقعا حتی میام تو درس منطق یک کار عجیب و غریب انجام دادیم، تقریبا کامل کتاب و درس دادیم دیگه. امیدوارم واقعا برید و 20 واقعی شاهکار رو بگیرید، خبر خوشش رو به ما بدید. امروز میخواهیم یه نمونه سوال امتحانی حل بکنیم. یه نکته خدمتتون بگم عزیزان، هر معلمی بر طبق سلیقه خودش سوال میده تو امتحاناتی که تو پایه‌های دهم و یازدهم است. دوازدهم ترم دومش خب اکثر درس ها نهاییه، یه سری هم باز داخلیه، به اونا کار ندارم، ولی امتحانات دهم و یازدهم داخلی برگزار میشه، یعنی خود مدرسه برگزار میکنه، خود معلم خودتون، معلم محترم خودتون سوال میده، خودش هم تصحیح میکنه. بنابراین اون بحثیست جدا، هر کسی از هر معلمی طبق سلیقه خودش. البته خب یه موارد کلی وجود داره که همه رعایت میکنن. بنابراین این نمونه سوالی که من اینجا میگم به این معنی نیست عین همین میاد، قطعا عین همین نمیاد. من بر طبق صورت سوالای کتاب درسین سوالات رو ترتیب دادم، ولی معلمتون الزامی نداره اینطوری باشه. من در معلمی خودم در درس منطق مخصوصا سوال از موارد حفظی نمیپرسم، فقط حل کردنی و مفهومی تو منطق. ولی معلمتون میتونه مثلا تعریف لغوی رو بپرسه، چیه مثلا خود تعاریف رو بپرسه، فلان چیز تعریف کنه، فلان چیز چی هست و اینها، مواردی که تو کتاب نوشته و حفظی. بنابراین اگر روال معلمتون تا الان اینجوری بوده که اینجور سوالات هم داده، تو امتحان ترم اولتون هم دیدید و میان ترم ها، اون روال رو تو ذهنتون داشته باشید. درس ما تو پروژه 20 برای جاییه که دانش آموز بدون معلم نمیتونه کاری بکنه. یه موقع از شما مواردی تو کتاب، حفظیات کتاب رو میخونید و میرید امتحان میدید، ولی تو منطق اکثریت موارد حفظیات نیست بچه ها، بنابراین معلم میخواد و باید خیلی تمرین و اینا باشه. من تو تمام این کاری که انجام دادیم اینجا نظرم روی این بوده مواردی که شما بدون معلم نمیتونه کارتون پیش بره رو روش زوم بکنم. بنابراین اگر بحث حفظیاتی باشه تو کتاب منطق که من خودم قائل نیستم اونجوری سوال باید داد، ولی اگه معلم محترم تو سوال داد حواستون باشه اونا رو دیگه خودتون باید جداگانه بخونید، نمونه سوالات معلمتون اینا. ولی یه جاهایی که اینجا الان میبینیم با همین برگر رو با هم حل میکنیم نیاز به فهمیدن و این مسائل داره، اینجا ما در خدمتتون هستیم و در کل تدریس منطقی که داشتیم خدمتتون سعیمون این بوده که کتاب رو براتون تا حد ممکن آسان کنیم و قابل فهم بکنیم. الان یه نمونه سوال من اینجا طراحی کردم براتون حل میکنم، شبیه به نمونه های کتاب و حتی ممکنه بعضی از تمرینای کتاب هم توش باشه و کمک میکنه که انشالله با قوت بیشتر پیش برید. باز تأکید میکنم تمرینای کتابو که با هم حل کردیم و دوباره مرور بکنید، خودتون حل بکنید، مواردی هم که مشکل دارید از متن کتاب درسی که من دادم رو دوباره بررسی بفرمایید. خب بریم سراغ، حالا با این توضیحاتی که دادم بریم سراغ حلیم. بله، تو بهاری آری خیش را باور کن. الان هم که فصل بهار هست، ولی بهار اصلی خودتونید بچه ها. زمستون رو هم میتونید با تلاش خودتون شخصی برای خودتون بهار کنید. حالا هر کسی یک بهاری باشه انشالله کشورمون بهارانه بشه. بارون بندی هارم ببینید، من هر درسی بارون بندی هاشو سعی کردم طبق همونی که مسبب آموزش پرورشه رعایت بکنم، به این صورت هستش بارون بندی هایی که در اینجا ذکر شده. ولی خب مثلا نحوه سوالی که معلمتون یا برخی معلم ها میتونن بدن صحیح غلط ها باشه، یه عبارتی بگم این صحیحه یا غلطه، جای خالی باشه، اینها من اونجوری ندادم. من طبق تمرینای کتاب دادم و هدف آموزشی خودم رو داشتم. ولی اگه اونجوری سوال دادن، شما اگر این موارد درون کتاب بلد باشید اونا رو هم میتونید جواب بدهید. خب بریم سراغ سوال اول. مشخص از درس یک که دیگه مشخص کنید کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدلال هستن. خب این سوال کتابم بود دیگه، اما دیگه فقط صورت سوال برای کتابه.
ببینیم دیگه، الف امروز خسته بودم بنابراین فوتبال بازی نکردم. ببین برای فوتبال بازی نکردنش یه دلیل آورده، دلیل آوری کرده، دلیل آوری برای اثبات این مطلب میشه استدلال دیگه. خب بعدی ب، فلسفه آن علمی است که درباره کلی ترین مسائل هستی، حالا این فلسفه 11 میخونه دیگه، که مربوط به هیچ موضوع خاصی نیست و به همه موضوعات هم مربوط است بحث میکنه. دلیل آوری برای چیزی نکرده، یه چیزی رو برای ما داره روشن سازی میکنه، یه مفهوم رو در واقع داره تعریف میکنه دیگه. دو، رفتیم سراغ درس بعدی. نوع بحث دلالت لفظ بر معنا، انواع دلالت لفظ بر معناست اینجاست. نوع دلالت لفظ بر معنا رو در عبارات زیر تعیین کنید. حسین گل است. ببین حسین گل است یعنی گلبرگ داره، کاسبرگ داره، شاخه داره، تیغ داره، اینا نیستش که. بعد بخشی از گل هم منظور نیست، بنابراین معنی کنایی داره دیگه، یعنی خیلی خوبه، پسر نایسی، ماه جیگر، آن منظور که مثلا خیلی چیز خوبیه، خداوند پدر مادرش نگرش داره. این کنایی هست، دلالت چی میشه؟ پس التزامی میشه دیگه. معنای کنایی دلالت التزامی هست. خب سه، نوع مغالطه زیر را تعیین کنید. گفتم میتونی رو من حساب کنی، پول بهت قرض نمیدم، اما بیا کاغذ رو من بگذار، مثلا دستشو میذاره پشت رو من حساب کتاب رو بکن. این هم که باید مثلا این زیر رفقایی که مثلا شب تو آب نمک خوابوندنشون، نمیدونم شیرینی زیاد خوردن، اینا از این حرفا میزنن، این خلط دلابه روح کسی حساب کردن، یعنی به کنایه ما میگه، معنی کنایه دلالت التزامی میشه، مثلا به حمایت و کمک اون دلگرم بودن، میتونی رو من حساب کنی، یعنی برو دارمت، کمکت میکنم، حمایتت میکنم، این دلالت التزامی میشه. اکثریت مردم هم همینه میفهمه، آدمایی که عقلشون سر جاشه، عقل سلیمه. این آقای شیرین میگه اصلا نه رو من حساب کنی، رو بدن نمیشه، دلالت مطابقی رو میگه دیگه، معنای ظاهری میگه، رو من بذار کاغذ تو حساب کتاب تو انجام بده. خب این خلط کرده دلالت مطابقی رو با التزامی، خلط دلالت مطابقی با التزامی یا تزامنی میشه مغالطه توسل به معنای ظاهری. این که هیچ بنویسم اینو، مغالطه توسل به معنای ظاهری یا همون معنای مغالطی. جواب این آدم ها خیلی مؤدبانه شده که قند نشو، قندون هست. خب اینم از درس دو بود. سال بعدی 4، از درس 3 جزئی یا کلی بودن کلمات زیر را مشخص کنید. آن کتاب، اینو آن بیاره اشاره حسی میشه جزئی. به مولود کعبه، یعنی به دنیا آمده، به دنیا آمده در کعبه، اولا خودش میشه مصادیق متعدد برش بیش از یکی در نظر گرفت. بعدم گفتیم در کلمات دو بخشی یا سه بخشی اولین کلمه رو میبینیم، مولود یعنی به دنیا آمده، کسی به دنیا آمده، خب این مفهوم کلی هستش دیگه، میشه مصادیق بیش از یکی برش فرض کرد، برای این کل عبارت هم میشه کلی. سال 5، میان دو همون همه تو درس 3، میان دو مفهوم کلی و زیر چه نسبتی از میان نسبت‌های چهارگانه برقرار است؟ فقط نام ببرید. حالا فرضاً اگه شکلم خواست بکشیم میکشیم الان براتون. ببینید بحث نسبت میان مصادیق دو مفهوم کلی بود، تساوی تباین، انقوص مطلق و انقوص منبج. خب الان ببین انسان و اسب، اسبی داریم انسان باشه؟ نه. انسانی داریم اسب باشه؟ نه. بگی نگید فلانی اسب، چه اسبی هستی فلانا، نه. این باز معنای کنایی، معنای نفهمی، فوش هم ندید، مؤدب باشید. یا خیلی میخواید رفاقتتون رو دیگه فول کنید دیگه، انواع اقسام اجازه فحش دادنای مجاز و غیر مجاز به هم دیگه ندید، یا مؤدب باشید دیگه با هم دیگه. ولی به هر حال انسان هست واقعا مصداق مشترک ندارن و نسبت بینشون تباین هست. با دایره هم بخوایم بکشیم، دو تا دایره
از هم دیگه جدا اصطلاحاً متخارج میکشین، این اسب این انسان مثلا ببینید مصداق مشترکی نداره. مسلمان و اروپایی، خب بعضی مسلمان ها اروپایی هستن، بعضی مسلمان ها اروپایی نیستن، دیگه قاره دیگه زنیم هستن، بعضی اروپایی ها مسلمان هستن، مسلمان که تو اروپا هستن، بعضی اروپایی ها مسلمان نیستن، مسیحی هستن، یهودی هستن، بیدین هستن، هرچی. بنابراین بعضی اینجوری هستن، بعضی اینجوری هستن، نیا کن. حالا از ما اینجا تو تمرین نخواست، تو سوال نخواسته که دایرهش هم بکشیم، ولی اگه بخوام نشون بدیم اینجوری میشه دیگه، مسلمان اروپایی عموم و خصوص منوج، خب سوال بعدی سوال 6 دیگه بینیم وارد بحث تعریف درس 4 میشیم. اقسام تعریف های زیر را مشخص کنید. کامپیوتر رایانه، فقط لغت رو برای ما آشکارسازی اینا کرده، پس ترانومه تعریف چیه؟ لغویه. به روانشناسی شخصیت، روانشناسی یا آن روانشناسی که با طبقه بندی افراد و مطالعه تفاوت‌های فردی سر و کار دارد. به این مفهوم عامش روانشناسیه، بعد نوعش اینجا دیگه مثلا مفهوم عامش میشه اصطلاح. این مفهوم خاص، اینو ازتون نخواستم مفهوم عامو خواستم مشخص کنید، فقط خواستم بگم چرا میگیم مفهومیه، ضمن اینکه اصلا لغت رو معنا نکرده، برای ما آشکارسازی نکرده، مثال نزده، تصویری چیزی نشون نده، پس نه لغویه نه تعریف از طریق ذکر مصادیق، بلکه صفات و خصوصیات و ویژگی‌ها رو مطرح کرده، بنابراین تعریف مفهومیه. سوال 7 باز ادامه بحث تعریفه. اشکال تعریف های زیر را بیان کنید. الف بلبل پرنده خوش آواز. خب بلبل پرنده خوش آواز هست، فرضاً این که مثلا همه بلبل ها خوش آواز باشن، اما مگه فقط پرنده های خوش آواز بلبلن؟ یعنی تساوی بینشون؟ نه، ببینید پرندگان خوش آواز عام‌تر میشن دیگه، چه میدونم قناری میشه، مرغ عشق میشه، از این چیزایی خلاص قشنگ میخونن دیگه، چهچه میزنن برای خودشون، فصل بهار هم هست دیگه، حالا حالش عوض میشه. ببین بنابراین تعریف مانع نیست، مانع اغیار نیست سایر پرندگان خوش آواز وارد نشوند. حالا فرض بر این که پرنده خوش آوازی هست بلبل، اگه بلبل هایی هم باشن که خوش آواز نیستن، وقت میتونیم بگیم چی؟ جامع هم نیست تعریف، ولی فعلا حداقل میدونیم قطعا مانع نیست. به آتش استقصی شبیه نفس، شبیه به مثال کتاب دیگه، استقص عنصر اینا میشه آتش. ببین طرف آتش نمیدونه چیه، بعد اومدی واژه خیلی غیر معنوس به کار بردی به نام استقص و اصلا تعریف کردی به چیزی از خود آتش غیر آشکارتر نفس، برابر این تعریف واضح نیست. بچه ها تو امتحان ننویسید اشکال این تعریف مانعه یا واضحه، مانع بودن واضح بودن رو باید داشته باشه تعریف، این که نداره اشکال داره، این حواستون جمع باشه، بگید مانع نیست، نه بعد نگید دوری نبودن دوری نیست، نه دوری باید نباشه، پس سه تا شرط رو باید داشته باشه، ایجابی واضح باشه، جامع باشه، مانع باشه، نداشته باشه، اینا اشکال میشه، باید بگی واضح نیست، جامع نیست، مانع نیست، بعد یه شرط رو نباید داشته باشه اصطلاحاً سلبی، یعنی دوری نباشه، اگه دوری باشه باید بگی دوری است، اینا رو هم دقت کنید. سال 8 دیگه وارد درس 5 میشیم. نوع استدلال های زیر را از میان اقسام استقرا، مدل استقرا نام را حتما خواستیم ذکر کنید، و قیاس تعیین کنید، یعنی استقرا یا قیاس، اگه استقرا کدوم مدل استقرا، و تازه قوت و ضعفش هم مشخص کنید. خب الف از همان مغازه نان ساندویچی بخر. دفعه قبل یک نان از آنجا خریدم که خوب بود، این دفعه قبلش قبل این گرونیا بود دیگه، دیگه میگه نخر، بعد اینجوری این تمرین تکلیف برای 2-3 سال قبل بود بچه، اصلا ناظر به گرونیای اخیر نیست، نگران نباشید. خب ببین میگه یک دفعه ازش نون خریدم خوب بود، و کلا این پس نونهاش خوبه،
ببین یه استقرای تعمیمی دیگه، یه مورد دو مورد مثلا دیده تعمیم داده به کل موارد، تعمیم شتاب زده هم چون تعداد موارد کمه دیگه. پس اولا استقرای و نه قیاس، و استقرای چیه؟ تعمیمیه و البته ضعیف هم هست چون تعداد موارد کمه. در واقع یک تعمیم چیه بچه ها؟ شتاب زده هستش. آره دیگه، حالا کلن که دیگه نمی ساندویجی نخر، این هم هست. ب، چقدر این همکلاسی هم شبیه دایی شهید هم هست، پس باید پسر نازنینی باشد. ببین فقط ظاهر و از قیافه و اینها حساب کرده شبیه داییشه، به صرف مشابهت ظاهری یا یک جنبه یکی بودن، ظاهرشون یکی بودن، حکم یکی رو به دیگری تسری داده. اصطلاحا میشه استقرای تمثیلی دیگه، بر مبنای تمثیل و تشبیه کار انجام برده، و این استقرای ضعیفی هم هست کلن. استقرای تمثیلی هست و البته ضعیف هم هست دیگه، فقط به صرف مشابهت ظاهری، و در واقع میتوانیم بگوییم یک تمثیل ناروا است، چون داییش که آدم خوبی بوده ظاهر این پسر شبیه به اونه، این داییش که آدم خوبه پس این پسرم آدم خوبیه. خب این یک تمثیل کاملا نارواه. خب جیم، رانندگی بدون زنجیر چرخ در این کوهستان برفی خطرناک است. چرا؟ چون ماشین های بسیاری بدون زنجیر چرخ در این کوهستان گرفتار شدن. ببینید این موارد متعدد رو بررسی کرده، چندین و چند مورد، بعد حکم داده به اینکه کلن رانندگی خطرناکه. پس بازم یک استقرای تعمیمی هست، ولی چون نمونه ها متعدده و اون سه شرط و استقرای قوی رو داره، این استقرای قوی هست. خب اینجا ما قیاس نداریم، همش استقرای، ولی دوتاش ضعیفه، یکیش قوی هست. سال 9 دیگه وارد دست ششم میشیم. نوع قضیه حملی زیر و موضوع محمول و رابطه اونها رو تعیین کنید. تمام عزیزو چه خواسته دیگه. میگه برخی دانش آموزان کم مطالعه هستن. خب برخی سورمونه دیگه. وقتی سور داره این یه قضیه حملی محصوره است دیگه، و اساسا دانش آموزان که همون نهاد یا موضوع ماست خبری در موردش داره میده، دانش آموزان یه مفهوم کلیه، پس این قضیه محصوره میشه دیگه. خب محصوره است، دانش آموزان موضوع کم مطالعه بهش هم شده، نسبت داده شده، محمول. ایشالله شما جز اون دانش آموزان کم مطالعه نباشید، اگر هستیدم برید این مشکل رو رفع کنید. خب و هستندم چیه؟ رابطه یا نسبت ماست دیگه. خیلی خوب، این کم مطالعه رو برای این حمل کرده، یه چیه چی هست، یه چیه چی نیست یادتون میاد. خب اجزاشو مشخص کردیم، موضوع مبرو رابطهشو مشخص کردیم، سورشو مشخص کردیم. نگاه کنید این فعل چیه؟ ایجابی دیگه، رابطمون بس محصوره هست، موجبه هست. خب سور جزئی اومده، پس جزئی است، محصوره موجبه جزئیه. سال 10، عکس مستوی قضایای زیر را مشخص کنید. خب یک الف، این باز الان تو درس 7 دیگه عکس مستوی خواسته. هر تهرانی ایرانی است یه موجبه کلیه به ما داده. خب هر موجبه کلیه عکسش میشه موجبه جزئی. ببین محمول ما تهران ایرانیه، موضوع ما تهرانی، اینا جاشون عوض میشه، موضوع جای محمول، محمول جای موضوع. باید بگی ایرانی تهرانی. خب موجبه کلی میشه موجبه جزئی، هر میشه بعضی، میگی بعضی ایرانی، حالا به خاطر بعضی که میگیم ها هم میذاریم، بعضی ایرانی ها تهرانی هستن، موجبه جزئیه میشه، درستم هست، بعضی ایرانی ها تهرانی هستن. خب بعضی انسان ها قابل اعتماد هستن، انسان ها میشه محمول، موضوع قابل اعتماد میشه محمول، اینا جاشونو باید عوض کنن دیگه، میشه پس قابل اعتماد انسان،
انسان میشه محمول اینجا. خب موجبه جزئی است دیگه، فعل ایجابی سورم بعضی سور جزئی اومده، موجبه جزئی به موجبه جزئی عکس میشه خودش، باید بگی بعضی قابل اعتمادها انسان هستند. خیلی سال 11 در فرض صادق بودن قضیه نخست، یعنی اول قضیه که میاد اینا رو صادق فرض کنید، صدق یا کذب قضیه دوم را مشخص کنید، بعد نام رابطه میان اونها را هم بیان کنید. این آیه با کلاه. خب الف هر انسانی دارای فطرت است، بعدیش میشه هیچ انسانی دارای فطرت نیست. ببین موضوع ما و محمول ما یکیه، سور هر دو کلیه، ولی نسبت یا رابطه متفاوت شده، این موجبه است این سالبه است. خب دو تا قضیه کلیه داریم، یه موجبه کلیه یه سالبه کلیه، فقط هم کیفیت عوض شده. این رابطه چیه؟ رابطه تضاد دیگه، درسته؟ خب در صورت صادق بودن یکی از دو متضاد، دیگری قطعاً چیه؟ کاذبه. خب در فرض صادق بودن صدق و کذب قضیه دوم گفتیم، نام رابطه‌ش هم بیان کردیم، تمام. ب هر مؤمنی راستگو است، برخی مؤمنها راستگو نیستند. باز مؤمن و مؤمن یکی، راستگو محمول با راستگو یکی، اما اینجا هم سور عوض شده، سور جزئی شده، کلی کلی جزئی شده جزئی، هم رابطه عوض شده، نگاه کن، موجبه شده سالبه، سالبه شده موجبه. خب پس موضوع محمول ثابت، هم کیفیت عوض بشه هم کمیت عوض بشه، این رابطه چیه؟ تناقض دیگه. در صورت صادق بودن هر یک از دو متناقض، اون دیگری قطعاً چیه؟ کاذبه. خب و اینجا البته اگر هر کدوم هم کاذب باشه اون دیگری صادقه، ولی اینجا اگر هر کدوم کاذب باشه دیگه نمیفهمیم اون دیگری صادق هست یا کاذب هست. خب بریم در ادامه سال 12 دیگه وارد درس 8 میشیم. شکل قیاس های زیر را مشخص کنید، فقط جایگاه حد وسط. اون تا یه نکته بهتون میگم، البته خیلی خیلی بعید میدونم تو امتحان داخلی مدرسه‌تون هم جوری بخوان سوال بدن، ولی این نکته کنکوری این وسط هم از ما داشته باشید. ببینید در شکل تعیین کردن، قبلا هم گفتم شکل قیاس مقدمه اول و دوم، از روی نتیجه قیاس معلوم میشه. ببین پس اگر اینجا اسب که موضوع نتیجه قیاسه، باید هر مقدمه‌ای که این رو نشون میده اون میشه مقدمه اول. خب اینجا معلومه، اینجا مهره دار، اینجا هست مقدمه دوم. بنابراین این البته خب به ترتیب ذکر کردیم اینا رو، ولی یه موقعی ممکنه تو کنکور این کار رو بکنن، بخوان اذیت بکنن، آره جا به جا کنن، مثلا این مقدمه اول دوم جا به جا کنن، از رو اینجا از اون نتیجه مقدمه اول دوم مشخص میکنید و اونجوری میفهمید که به قول معروف حد وسط اینجایی که قرار گرفته مقدمه اول یا مقدمه دوم، چون جایگاه حد وسط تو هر دو مقدمه نشان دهنده شکل قیاسه. خب الان مقدمه اول حد وسط پستاندار محمول هست، در مقدمه دوم موضوع هست، چه اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا، باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شمار شکل اول. حالا بر طبق اون هایلایت های کتاب هم حساب کنید ما این کار کردیم. خب حمل به هر دو، دوم وضع به هر دو. ببین جیوه الان در هر دو مقدمه موضوع قرار گرفته، وضع به هر دو سوم، پس حد وسط در هر دو مقدمه در جایگاه موضوع باشه چیه؟ شکل سوم. این هم از این تمرین نسبت ساده یه سوال ساده ای میشه، ولی مقدمه سوال کردن دیگه. خب اما دیگه اینجا اعتبار عدم اعتبار قیاسه، اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید، در صورت عدم اعتبار دلیلش هم باید ذکر کنید. خیلی خوب، اولیش که از تمرین کتاب اومده دیگه، شاخه ها برگ دارن، دفترچه یادداشت برگ دارد. خب ببین برگ حد وسط ما تکرار نشده دیگه،
یه شاخه دفترچه یادداشت هستن. این قیاس نامعتبره، دلیلش عدم تکرار حد وسط. این اصلی. حالا حد وسط چرا تکرار شده؟ اینجا ناشی از اشتراک لفظ. اما اولی یا پیش شرط اول تکرار حد وسط نداره. قطع کرد، اصلا به سراغ چیزای دیگه هم نمیرید. از تمرینای کتاب هم ممکنه بهتون سوال بدن. سر همین بود گفتم خلاصه این معلمای پیدا میشن الان بعد کرونا است میخوان ساده بگیرن، از تمرینای کتاب ممکنه بیشتر سوال بدن. بعضی معلم‌ها اینجوریه، ان شاءالله معلم شما اینجوری باشه. سر همین بود من رو تمرینای کتاب خیلی مانور دادم، گفتم اونجوری بچهای ما یه حرکت عظیمی میزنن، حواستون باشه، حواسم بهتون هست. خب بعضی حیوانات نشخوار کننده هستند. هیچ گوشتخاری نشخوار کننده نیست. نتیجه میگیریم بعضی حیوانات گوشتخوار نیستند. خب اولین پیش شرط تکرار حد وسط رخ داده، نشخوار کننده است دیگه، حد وسطمون جزء مشترک، تکرار حد وسط رخ داده. پیش شرط دوم چی بود بچه ها؟ قانون نتیجه قیاس، یعنی اگر هر یک از دو مقدمه سالبه بود نتیجه هم باید سالبه باشه، که اینجا هم رخ داده. پس دو تا پیش شرط اولیه رو داره. میریم سراغ شرط اولمون. شرط اول قیاس میگه هر دو مقدمه نباید سالبه باشد. باز تکرار میکنم شرط اول رو با قانون نتیجه قیاس اشتباه نکنید. خب الان هر دو مقدمه سالبه نیستن، یکیش موجب است، پس شرط اول رو هم داره. بریم سراغ شرط دوم که چیه؟ علامت گذاری است. من اینجا دیگه با رنگ متفاوت نشون نمیدم، چون فرض برای اینه که مثلا با خودکار آبی معمولا سر جلسه امتحان می‌نویسید. خب الان مقدمه اول حیوانات، سور جزئی بعضی اومده منفی میگیره، نشخوار کننده رابطه ایجابی هستند باز منفی میگیره، گوشتخوار سور کلی هیچ اومده مثبت میگیره، نشخوار کننده فعل مسالبه است مثبت میگیره. حالا بیایم در درون نتیجه هم علامت گذاری ببینیم. حیوانات بعضی اومده منفی میگیره، گوشتخوار نیستند اومده مثبت میگیره. خیلی خوب. شرط دوم میگه حد وسط در هر دو مقدمه علامت منفی نداشته باشد. خب نداره، یکیش مثبته، پس شرط دوم رو هم داره. پس یه بار دیگه چک کنیم، قانون چیز تکرار حد وسط رو داره، قانون نتیجه قیاس درست رعایت شده، عرض به خدمتتون که هر دو مقدمه سالبه نیست، علامت گذاری بعضی منفی میگیره، اینجا حیوانات نشخوار کنن هستن منفی میگیره، گوشتخوار هیچ اومده مثبت میگیره، نشخوار کنن نیستن اومده مثبت میگیره، حیوانات بعضی اومده منفی میگیره، گوشتخوار نیستن اومده مثبت میگیره. خب حد وسطمون که نشخوار کننده باشه در هر دو مقدمه علامت منفی داده، بس شرط دوم هم داره. میریم سراغ شرط سوم. شرط سوم چی میگه؟ میگه نتیجه قیاست هر کدوم از موضوع یا محمولش که علامت مثبت داشت، اینجا گوشتخوار مثبت داره، باید در مقدمات هم علامت مثبت داشته باشه، اگه نداشته باشه نامعتبر، اگه داشته باشه معتبر. خب الان گوشتخوار اینجاست، اینجا هم گوشتخوار درسته، هیچ اومده مثبت گرفته، اینجا مثبت، اینجا مثبت، پس این قیاس چیه؟ معتبره. چرا؟ می‌نویسه آقا همه شرایط اعتبار قیاس را دارد. دمش هم گرمه، دمش گرمه دیگه ننویس. خب این هم از این. بیریم سراغ قیاس بعدی، جیم. بعضی انسان ها نویسنده هستن، بعضی انسان ها ورزشکار هستن، بعضی نویسنده ها ورزشکار هستند. خب بریم ببینیم حد وسطمون چی بود؟ انسان دیگه، انسان، انسان تکرار شده درست هم است. پس پیش شرط اول داره، حد وسط تکرار شده. قانون نتیجه قیاس هم این هستن، دوتاش موجب است، اینم موجبه شده نتیجه، پس قانون نتیجه قیاس هم درست رعایت کرده. شرط اول که میگه هر دو مقدمه سالمه نباشند هم این مشکل نداره، هر دو مقدمه موجب هستن. میریم سراغ علامت گذاری ها. خب انسان ها بعضی اومده منفی، نویسنده هستند اومده منفی، انسان ها بعضی اومده منفی، ورزشکار هستند اومده منفی. دقت کنید بچه ها، حد وسط ما که انسان هست در هر دو مقدمه علامت منفی دارد، دیگه نیاز نیست تا نتیجه رو علامت گذاری کنی. بس نامعتبره. می نویسی آقا حد وسط
یعنی انسان ها در هر دو مقدمه علامت منفی دارد. و سلام میکنم بعضی اینم بعضی و سلام. خب بسیار خب میریم سراغ سوال 14. اینجا دیگه وارد درس نهم میشیم. اقسام غذایای منفصل زیر را مشخص کنید. الف، این حیوان که از دور دیده میشود یا آهو است یا بزکوهی است. دو تا یا داریم اما چیه؟ سوال بپرسیم، آیا میشه هر دوش با هم صادق باشه، هم آهو باشه هم بز کوهی؟ نه. اون بر سوال بپرسیم، آیا میشه هر دو با هم کاذب باشه، نه آهو باشه نه بز کوهی؟ آره دیگه دور میاد، شاید چه میدونم خر کوهی باشه، چه میدونی شیر کوهی باشه، نمیدونم گراز کوهی باشه، هرچه دور داره میبینه یه چیزی میگی دیگه، قاطر کوهی باشه، هرچی. بنابراین میشه هر دو با هم کاذب باشن، نمیشه هر دو با هم صادق باشن، غیر قابل جمع در صدقن دیگه. پس چیه؟ مانع الجمع. خب نمیشه هر دو با هم جمع بشن در صدق، ولی میشه هر دو رو انداخت کاذب بود. بیام درست. ب، برای ایجاد شب و روز یا خورشید حرکت میکنند یا زمین حرکت میکنند. خب میشه هر دو با هم صادق باشن، هم خورشید حرکت کنه هم زمین؟ آره میشه، این بار خودش حرکت کنه یعنی بار خودش حرکت کنه، روز و شب ایجاد بشه. میشه هر دو با هم کاذب باشه یعنی نه خورشید حرکت کنه نه زمین. اصلا شب و روز یعنی چی؟ شب و روز یعنی خورشید میاد و میره دیگه، یا زمینه داره حرکت میکنه یا خورشید یا هر دو، نمیشه که هیچ کدوم حرکت نکنه. برابر این کاذب بودن هر دو نادرسته دیگه، میشه هر دو صادق باشه. پس اینا غیر قابل جمع در کذبن. این قضیه میشه مثلا منفصله چی؟ مانع الرفع، با همین غلظتی که گفتم. جیم، یا این دو خط موازین یا این دو خط متقاطعن. و موازی دیدی که خطای اینجوری، متقاطع هم اینجوری. آیا میشه هر دو هم موازی باشن، همزمان که موازین هم دیگر قطع نمی کنن، همزمان متقاطع هم باشن، هم موازی باشن هم متقاطع؟ نه، هر دو با هم نمیتونن صادق باشن. و هر دو میتونن با هم کاذب باشن، نه موازی باشن نه متقاطع، نه هم دیگر قطع کنن نه به موازات هم پیش برن. بخیر این خطوط که اینجا داریم میگیم یا موازی هن یا متقاطع دیگه. در منفصل حقیقی دو جزء قضیه، در واقع اگه بخوایم حملی به حساب کنیم به صورت قضیه حملی، دو تا متناقض داریم باش به اصطلاح قضیه منفصل میسازیم دیگه، موازی و متقاطع نقیض هم هستن دیگه. پس این حد موازی این حد متقاطع، نه هر دو هم زمان میتونن موازی و متقاطع باشن، نمیتونن نه موازی باشن نه متقاطع. پس این چیه؟ منفصل حقیقیه، نه هر دو همزمان با هم صادق نه هر دو همزمان با هم کاذب. این هم از این. اما سال 15 دیگه اعتبار رو میخواد ذکر کنه و همین اعتبار و دلیل باید بیاره. حالا اگه نتیجه قیاس هم میخواستید باید میگفتید. اگر امروز جمعه باشد تعطیل است. امروز تعطیل است پس امروز جمعه است. ببین اگر آنگاهی دیگه شرطی متصلی قیاس استثنایی اتصالیه. امروز جمعه باشد چیه؟ مقدم. بر طبق اون چیزایی که خدمتتون قبلا عرض کرده باشم میتونیم جای این قضیه مقدم بذاریم پی. تعطیل است، امروز تعطیل است، چیه؟ تالی دیگه، در نتیجه اون میاد دیگه، در ادامه اون میاد. بر طبق اون چیزی که قبلا عرض کردم میتونیم به جاش بذاریم کیو. خب امروز تعطیل است، تالی دوباره اثبات شده. اینجا چی داریم؟ اثبات تالی دیگه. خب پس امروز جمعه است، در واقع این قیاس نامعتبره. چرا؟ چون وضع تالی شده بچه ها، وضع تالی مغالطه است، مغالطه وضع تالی داریم. پس اینجا میتونیم اینجوری هم بررسیش بکنیم دیگه. ببین اینجوری بود دیگه، اینو نمیخواد حالا بنویسید تو دلتون یا چک نویستون انجام بدید. اگر امروز جمعه باشد پی، آنگاه امروز تعطیل است کیو، کیو امروز تعطیل است، نتیجه گیری میکنیم پی امروز جمعه است. و این مغالطه وضع تالیه، خیلی هم کار بدیه. خیلی خوب، این هم از پس اعتبار نامعتبره به دلیل مغالطه وضع تالی که رخ داده.
16 نوع نتیجه استدلال زیر را مشخص کنید. خب این تمرین کتابه، یا این طرح سرانجام در مجلس تصویب می شود یا سرانجام رد خواهد شد. این طرح در مجلس تصویب می شود. خب این یک قیاسه استثنایی انفصالی حقیقی دیگه، سرانجام در نهایت یا باید تصویب بشه یا رد بشه، نمیشه نه هر دو همزمان هم تصویب بشه هم رد بشه، و سرانجام نه تصویب بشه نه رد بشه. و میگه این تر در مجلس تصویب میشود با اثبات یکی از طرفین به اصطلاح این اجزای قیاس ببخشید منفصل حقیقیمون، اون دیگری رد میشه. پس اگر این تر در مجلس تصویب میشود، پس چی؟ این تر اینو رد میکنیم، رد خواهد شد نیست، این تر در مجلس رد نخواهد شد. نوع استدلالمون هم گفتیم یک قیاسه، اولا استثناییه چون یکی از مقدمات قضیه شرطی منفصله، و همچنین این که نتیجه یا نقیض نتیجه، اینجا نقیض نتیجه در دل یکی از مقدمات آمده. پس قیاس استثنایی انفصالیه، یکی از مقدمه شرطیمون قضیه منفصله است، و چون منفصله حقیقیه باید بگیم این قیاس استثنایی انفصالی حقیقی. خب گفتیم همه چیزی، گفتیم چیز دیگه نمیخواست صورت سوال ازمون، گفتش نوع نتیجه استدلال مشخص کنیم، هم نوعشو مشخص کردیم هم نتیجهشو گفتیم، اثبات کرده یه طرفو اون طرف رد میشود. خب میریم وارد درس دهم منطق بشیم دیگه. در موارد زیر فرد بدون ذکر دلیل و صرفا تحت تاثیر عوامل روانی سعی در جلب نظری باطل داشته است، نوع مغالطه مطرح شده را مشخص کنید. الف، فقط یک احمق میتواند عمرش را پای فلسفه بذاره. من میگه ببین اولا آینه سالم، و ثانیاً این یه فوشو انداخته وسط که کسی نره سمت مثلا فلسفه. حالا چیزای دیگه هم میگن، این الله شاید مؤدب ترینش یا وسط ترین بی ادبیاش باشه، هنوز ترین نداریم خلاص. اینجا چیکار کرده؟ نریم سمت چاه آب برداریم، فوشو انداخته نریم مثلا مسموم کردن چاه دیگه. خب آره، حالا ما هم دیگه ما شدیم احمق، تو لئوناردو داوینچی. خب به کارمندانی که با ما همکاری کنند و از اعتراض خود نسبت به اخراج این کارمند دست بردارند، یک ماه مرخصی با حقوق تعلق میگیرند. خب ببین حس طمعشون رو تحریک کرده، توسل به احساسات میشه. حالا اگه تهدیدشون هم میکرد که پدرتون در میمونه، باز دوباره حس ترس رو تحریک میکرد، تهدید بود، باز توسل به احساسات میشد. جیم، از شخص محقق دانشمند، باز منو میگه محقق دانشمند فریخته، خوش مونم سلامت بشید، این کتم اگه بود اینجور میتیم نه، محقق دانشمند فریخته، چون شما بسیار بعید است که با این طرح مخالفت کنید. هیچ چی دیگه، طرح تو بیار امضا کنیم برو پی کارت، بودجه کلان بگیر برو رو چی سوسمونی بیار و برای خودت ببر. ببین بچه ها، اینجا یه هندونه زیر بغل طرف گذاشته که بیا تصویب کنه دیگه، یه چهار تا حرف خوبم زده که بیاد جمع کنه و ماجرا به سرانجام برسه. پس چیکار کرده؟ تله گذاشته براش، تله گذاری در واقع مغالطه توسل به احساسات دیگه، و اینم مغالطه تله گذاریه. دال، کسی که هر روز تأخیر داره، یه کارمندی هر روز تأخیر داره،
البته الان من رو نمیگی ها، من هر روز به تأخیر میانم، من خب کار انجام میدیم، ما هر روز تأخیر گاهی اوقات داریم گاهی اوقات هم داریم، ولی کارمون انجام میدیم. من اینجوری جواب ببین، من روم نشده این جواب بدم به کارفرمام. تمام غیبت های موجه و غیر موجه من در ماه فقط 20 ساعته، یعنی جمعش فقط 20 ساعت، ماه چقدر ساعته؟ چرا اینقدر این مسئله رو بزرگ میکنین؟ خب این مقالطه چیه بچه ها؟ بزرگ نمایی و کوچک نمایی؟ که در واقع کوچک نمایی کرده کار خودش. این مقالطه اسمشو کنار هم میذارن، این بخش کوچک نماییشه، اینجا این کوچک نمایی کرده. حالا کلیتش هم بگید مشکل نه. آموزش مختلط دختران و پسران امری پسندیده است. نه بابا، زیرا تنها کسانی که در مسائل جنسی دچار عقده حقارت و عقده‌ای نمیدونم تامین نشده و فلان هستند با آن مخالفن. این باز یه فوش و انداخ که کسی جرئت نکنه مخالفت کنه. حالا ما نمیگیم خوبه یا بده هرچی، ولی این با فوش انداختن اینو کسی جرئت نکنه بره سمتش، مغالطه مسموم کردن چاهه. مثلا طرفی که امول فلان از این حرف بزن. واو، پیشنهاد من برای نام شرکت پوپک است. اسمش پوپک، حالا شرکت پوپک، و میدانم که افراد بازوق و ادیب حاضر در جلسه با رأی خواهند داد. گیچ بیا تصویب کردیم، پوپک شد تموم شد، بازوق و ادیب و اینا. این باز چیکار کرد؟ تله گذاری کرده دیگه. این هم وقتی تلویزاری و در اینجا به اتمام رسید. این جمله گوته ادیب آلمانی رو هم خیلی برای من جذاب بود آوردم. رویاهای کوچک نداشته باشید، چون اونها قدرت حرکت دادن قلب انسان رو ندارن. البته رویا بافی خالی منظور نیست، ولی بالاخره وقتی آدم یه هدف بزرگی تو ذهنش داشته باشه و هر روز براش یک قدمی ولو کوچیک برداره، به قولی که دوستان من، اون دیگه یه رویا نیست، یک توهم خالی نیست، هدفی که ولو خیلی بزرگ ولی هر روز براش یک گامی ولو کوچیک برداره، دیگه نمیشه گفت تو آدم متوهمی، حرکت داری میکنی. به قول مولانا میگه دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. البته شما عزیزان که الان سال دهم رو دارید تمام میکنید و با من این فیلم ها رو گذروندید و پای کار بودید، نشون میده کوششتون هم بیهوده نیست. آشفتگی عالم رها کنید، به رویاهاتون بچسبید، متمرکز باشید. عزیزان من، آینده انشالله از آن شماست، تلاشتون رو بکنید، استمرارتون رو رها نکنید در راهی که در پیش گرفتید. همتون رو به خداوند بزرگ می سپارم، امیدوارم بازم شما رو ببینم در این قاب تصویری آموزشی که داریم. اگر هم ندیدم، هر کجا هستید، خدا یار و یاورتون باشه. در پناه خدا، خدا حافظ شما. زاده شدم در این بار، آماده شدم من واسه این کار.